امروز میخواهم تا آنجا که وقت این برنامه اجازه میدهد کمی درباره شک و ایمان سخن بگویم. شک یکی از مهمترین پایه‌های دانش است. بی شک دانش نمیتواند پیشرفت کند. شک همچون موتوری است که به یاری آن دانش مرزهای شناخت را پس میراند و پیش میرود. در برابر ایمان سدی است در راه پیشرفت دانش. ایمان پایه دین است. دانش با ایمان سازگار نیست. افسوسمندانه ایرانیان کمتر در این زمینه بی پیش‌داوری، یعنی به گونه براختی ابژکتیو اندیشیدن. از این رو تصور روشنی از ناسازگاری میان دانش و ایمان، به ویژه ایمان دینی، ندارن و آنها را در هم می آمیزن. حتی به اصطلاح نخبگان ایرانی در این زمینه سخت در تاریکی به سر بردند و به سر می برند. نمونه برجسته آنان آقای مهندس مهدی بازرگان است. این شخص از نخستین دانشجویانی بود که با بورس دولت، یعنی سرمایه مردم ایران، به فرانسه فرستاده شد تا دانش نوین که خود نداشتیم بیاموزد. با اینکه رشته مهندسی که آموخت بر دانش فیزیک استوار است، متاسفانه نتوانست روح یا گوهر دانش فیزیک را که خردگرایی باشد دریابد. نتوانست بی پیش‌داوری و با دید علمی انتقادی به موهومات عصر ناآگاهی انسان بنگرد. پس از بازگشت به ایران، دانش و ایمان را، آن هم از نوع اسلامی و شیعه‌اش را، با ساده اندیشی در هم آمیخت. کوشید خرافات کهن را که با دانش ناسازگارند رخت نو بپوشاند و بدین سان بسیاری جوانان مستعد را ناخواسته گمراه کرد که نتیجه ویرانگر، فلاکتبار و ضد انسانیش را می‌بینیم. دانش با ایمان سازگار نیست. دانش به ایمان بی‌اعتناست. دانش تنها حقیقت را می‌پذیرد. ما در ایران تا بخواهید متدین و متوهم و ساده‌لوح داشته ایم، حالان که به اندیشمندان خردگرایی نیازمند بوده ایم که به پدیده ها با دید بسیار انتقادی و براختی ابژکتیو بنگرند. پیش از اون که ادامه دهم، نخست شک و ایمان را تعریف میکنم. شک عبارت است از احساس نداشتن اطمینان درباره حقیقت، واقعیت یا ماهیت چیزی. شک حالتی است که در آن ذهن نمیتواند درباره دو چیز متفاوت یا متضاد تصمیم بگیرد. شک واژه‌ای است عربی. برابر فارسی آن گمان است که در پهلوی به این معنا به کار می‌رفته. یکی از کتاب‌های بازمانده از پهلوی شکند گمانیک ویزار نام دارد، به معنای گزارش گمان شکن. منتها گمان را در فارسی بیشتر شاعران به بسیاری معناهای گوناگون به کار بردن، به طوری که هم اکنون معلوم نیست که گمان یعنی چه. دارای این همه معناست: زن، وهم، احتمال، شک، رأی، اندیشه، فرض، تصور، حدس، عقیده، خواب و خیال و دیگرها. و این باعث شده که گمان شخصیت بگرتی کنسپتوئل خود را از دست بدهد. با این حال گمان هنوز در برخی موردها معنای اصلی خود، یعنی شک، را نگاه داشته. در بیگمان به معنای بیشک، همچنان که فردوسی در این شعر ژرف نگرانه به کار برده: تو را جنگ با آشتی گر یکی است، خرد بیگمان نزد تو اندکی است. و ما در ترمشناسی فارسی ناچاریم گاهی گمان را به جای شک به کار ببریم، که به آن اشاره خواهم کرد. در فارسی واژه دیگری داریم برای شک و گمان و تردید و آن دودلی است. از دو و دل، به معنای دو اندیشگی، دو اندیشه داشتن.
در گذشته دل به معنای اندیشه و ذهن به کار می رفته، چون دل را مرکز اندیشیدن می دانستن. دودلی واژه جالبی است. الگوی آن را در دیگر زبانهای هند اروپایی می بینیم. فارسی زبانی است هند اروپایی. در انگلیسی دات به معنای شک از فرانسه دوت می آید. فرانسه آن را از لاتین دوبیتره گرفته، از دوو به معنای دو و هبره به معنای داشتن، به طور کلی به معنای دو داشتن در ذهن، دو دلی. در آلمانی هم سایفل شک با پیشوند دو ساخته شده. اینها نمونه هایی اند از اینکه در زبان های هندو اروپایی الگوهای واژه سازی همانندی به کار می روند. پس از این نکته های زبانی به اصل مطلب بازگردیم. گفتم شک حالتی است زاستاری طبیعی در ذهن که در آن ذهن به درجه های متفاوتی از وجود یا درستی چیزی نامطمئن است و در نتیجه از پذیرفتن یا رد آن خودداری می کند. این گونه شک که عادی ترین یا پیش پا افتاده ترین نوع آن است، معمولاً زایده نداشتن اطلاعات کافی درباره چیزی است. شک در برخی موردهای حاد میتواند گونه بیماری روانی باشد. نام این بیماری به فرانسه لفولی دو دوت است، به معنای دیوانگی شک. در انگلیسی هم همین نام فرانسوی به کار میرود. دیوانگی شک نوعی وسواس است که در آن بیمار درباره بسیاری چیزهای عادی زندگی احساس نااطمینانی می‌کند. بیش از حد به جزئیات می‌پردازد، به طوری که توانایی تصمیم درباره عادی‌ترین چیزهای زندگی روزانه از او سلب می‌شود. این وضع او را رنج می‌دهد و زندگیش را فلج می‌کند. شک در قضاوت اهمیت دارد. در قانون‌های قضایی فرانسه شک به سود متهم است، به این معنا که اگر دلیل یا مدرک بر ضد متهم روشن نباشد و شک ایجاد کند، قاضی میتواند به بیگناهی متهم حکم دهد و او را تبرئه کند. شک از دیرباز یکی از موضوعهای اندیشه فلسفی بوده. شک فلسفی را در زبان فرانسه سپتیسیسم و در انگلیسی سکپتیسیسم میگویند. در فارسی در برابر آن شکاوری را به کار بردن. کهن‌ترین فیلسوفی که به موضوع شک پرداخته پیرهون، فیلسوف یونانی سده چهارم پیش از میلاد است. پیرهون اصلا شک داشت که انسان بتواند به واقعیت‌ها پی ببرد. از این رو خودداری از داوری و بی‌تفاوتی در برابر اندیشه‌ها و کنش‌ها را بهترین رفتار برای انسان می‌دانست. این گونه شک مطلق و بنیادین را که شک کردن برای شک کردن است و در آن داوری یا تصمیم پا در هوا می‌ماند، پیرهونیسم یا سکپتیکال دات می‌گویند. در فارسی گمان شکاورانه. مسئله شک بعدها در اندیشه مسیحی مطرح شد، به ویژه با نوشته‌های بلز پاسکال در سده 17. پاسکال که 39 سال بیشتر نزیست، یکی از چهره‌های درخشان سده 17 است. از کودکی به دانش‌ها و ریاضیات کنجکاوی داشت. در 11 سالگی جستاری درباره صدا نوشت. 16 ساله بود که درباره منحنی‌های مخروطی پژوهید و نظر دانشمندان آن زمان را جلب کرد. در 18 سالگی نخستین ماشین حساب را اختراع کرد. سپس به مسئله خلع پرداخت و فشار هوا را ثابت کرد. پاسکال ریاضیدان بزرگی بود و از پایه‌گذاران نظریه احتمالات به شمار می‌رود. در 23 سالگی از طریق خواهرش که راهبه شده بود به دین روی آورد و به یکی از فرقه های کاتولیک آیین یانسن پیوست. در دیر پوغوایال سکنا گزید، به جهان بدبین شد، فیزیک را کنار گذاشت و وقت خود را صرف متافیزیک و اندیشه دینی کرد. در 31 سالگی دچار ناآرامی و شورودگی های روانی شد، به روح و میستیسیسم، اگر بتوانیم آن را عرفان ترجمه کنیم، روی آورد.
پاسکال شک مطلق پیروان پیرهون را اغراق می دانست. از سوی دیگر نظر اندیشمندانی را که معتقد بودند با رایان، ریزن، خرد، عقل می توان به همه چیز پی برد رد می کرد. در فارسی ریزن را خرد یا عقل ترجمه کردند. خرد برابر بهتری است برای ویزدم. عقل را هم همیشه نمی توان در برابر ریزن به کار برد. پاسکال معتقد بود از آنجا که رایان انسان از پی بردن به ماهیت چیزها ناتوان است، باید به ایمان روی آورد و از آموزه های کتاب مقدس و کلیسا پیروی کرد. پاسکال 10 سال پایان عمرش را صرف یادداشت‌هایی در ستایش مسیحیت و تبلیغ آن برای به راه راست آوردن ناخدا باوران کرد که پس از مرگش با نام اندیشه ها پانسه منتشر شدند. در فصل 25 زیر عنوان ضعف انسان شبهه درباره شناخت‌های عقلی او می‌خوانیم: انسان موجودی است سرشار از خطاهای طبیعی که بی عنایت الهی پاک شدنی نیستند. به هیچ وسیله‌ای نمی‌تواند حقیقت را دریابد. دو اصلی که در جستجوی حقیقت به کار می‌برد، یعنی عقل و احساس، افسون بر این که هر یک فاقد خلوص است، متقابلاً یکدیگر را گمراه می‌کنند. حس‌ها با فریب خوردن عقل را به گمراهی می‌کشانند و همین تزویر را که حس‌ها با عقل می‌کنند، عقل به نوبه خود به حس‌ها باز می‌گرداند. عقل هم تلافی می‌کند. جوش و خروش‌های عقل حس‌ها را آشفته می‌کنند و موجب ادراک غلط می‌شوند. حس‌ها دروغ می‌گویند و تا آنجا که می‌خواهند اشتباه می‌کنند. بعدها اندیشمندان عصر روشنگری چنان که باید بر نادرستی‌ها و تناقض‌های اندیشه‌های دینی و عرفانی پاسکال انگشت نهادند. به ویژه ولتر نقد ویرانگری بر کتاب اندیشه‌های پاسکال نوشت و با طنز خاص خود گفت: هرچه بیشتر کتاب اندیشه‌های پاسکال را می‌خوانم، بیشتر به هوش او پی می‌برم و بیشتر در شگفت می‌شوم که چگونه چنین کسی چون این یاوه‌هایی گفته است. خردگیری دیگر ولتر بر پاسکال این است که فیلسوفی که تبلیغ دین کند دیگر فیلسوف نیست، مبلغ دینی است. واقعیت این است که پاسکال یکی از نابغه‌های ریاضی بود، ولی با رفتن به دنبال اندیشه‌های دینی و میستیسیسم و عرفان توانایی‌های مغزی خود را به هدر داد. اهمیت پاسکال به سبب کارهای ریاضی و فیزیک اوست، نه نوشته‌های احساسی و کاملاً درآختی سوبژکتیو ذهنی او که نمی‌توانند از محک تحلیل علمی بگذرند. حال می‌رسیم به شک روشمند. آگان دکارت که همزمان پاسکال بود و چند سالی از او بزرگتر، با ابداع شک روشمند گام بسیار بزرگی در اندیشه فلسفی برداشت. برای بهتر فهمیدن اهمیت دکارت باید کمی به اوضاع و احوال زمان او، یعنی آغازهای سده 17 توجه کرد. تا چند دهه پیشتر انسان میپنداشت که زمین مرکز گیتی است و همه ستارگان به گرد زمین میگردند. کوپرنیک این نظر ارسطو و بطلمیوس را کنار گذاشت و مدل خورشید مرکزی را پیشنهاد که یکی از بزرگترین انقلاب‌های اندیشه‌ای انسان را سبب شد. افزون بر این، کشف‌های علمی بسیاری نحوه اندیشه انسان اروپایی را درباره دین و جهان دگرگون کرده بودند و بسیاری به سردرگمی افتاده بودند. دکارت در سال 1633 کتابی نوشته بود با عنوان جستار درباره جهان و نور که در آن از نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک پشتیبانی میکرد. درست پیش از انتشار کتاب خبردار شد که واتیکان گالیله را به سبب انتشار کتابش گفتگوی دو راجمان بزرگ جهان که به هواداری از کوپرنیک نوشته بود محکوم کرده است. دکارت از انتشار کتابش خودداری کرد. پس از مرگش منتشر شد و در عوض کتاب گفتار درباره روش را نوشت که نخستین کتاب فلسفی بود. این کتاب که نخستین بار در سال 1637 در هلند به چاپ رسید و نام مؤلف را بر خود نداشت، در واقع مقدمه ای است بر 3 مقاله علمی او: لا دیوپتریک، لمتئور و لا ژئومتری.
دکارت میخواهد با این کتاب ضابطه هایی در شیوه اندیشیدن به دست دهد که انسان بتواند به یاری آنها به فهم حقیقت دست یابد. این کتاب انقلابی است در فلسفه، زیرا از سنت اسکولاستیک که تا آن موقع به کار میرفت و دست نشانده پندارهای بیپایه الهیات بود رو برمیگرداند تا بنیاد تازه‌ای برای دانش بگذارد. میگویند که نوین گرایی مدرنیسم در اندیشه فلسفی با این کتاب دکارت آغاز شده است. نبوغ دکارت در این است که با پای قرار دادن شک به یقین میرسد. درباره شک دکارتی هنوز گفتنی بسیار است. آن را برای برنامه آینده میگذارم و هنوز درباره شک علمی که بعد از دکارت به آن رسیده ایم سخن نگفتم. ولی پیش از به پایان رسیدن گفتار امروز باید ایمان را تعریف کنم. ایمان عبارت از اعتقاد به چیزی که برایش دلیل آشکار و علمی وجود ندارد. اگر دلیل استوار وجود داشته باشد، آن چیز از حیطه ایمان خارج می شود. برای نمونه 2 به اضافه 3 در راجمان دهدهی سیستم اعشاری می شود 5. هیچ کس نیست که به این نکته ایمان داشته باشد، چون مانند روز روشن است و همه آن را می پذیرند. ایمان داشتن در این باره بی‌معنا و بیهوده است. نمونه دیگر درخشیدن خورشید است. کسی را نخواهید یافت که به درخشیدن خورشید ایمان داشته باشد. همه از هر فرهنگ و تمدنی درخشیدن خورشید را میپذیرند و در این باره با هم اختلاف ندارند. وقت ما به پایان رسید، این موضوع را در گفتار آینده دنبال خواهم کرد.